Poitudut, pechomaisison. Duston, fasle tobe sunuvo, fasle garmovo, ofto, va fasle estefodeas enakonie, oftobi. پس کسایی که دوست دارن در مورد عینک آفتابی اطلاعات بیشتری داشته باشن میتونن در این ویدیو با من همراه باشن. برای عزیزانی که اولین بار به کانال من آشنا میشن، دوستان، من نادی عطا هستم و هر هفته ویدیوهایی در مورد طراحی پوشاک و فشه یه ویدیو در یوتیوب پست میکنم. پس بریم که نادی عطا فشن رو با گفته ها و نکته ها شروع کنیم. استایل و سبک پوشش شما چیزی است که شما را معرفی می کند. قبل از آن که خودتان را معرفی کنید، طراح لباس و استایلیست معروف هالیوود ریچارد زویی. دوستان، نام عینک در زبان فارسی در اصل آینک بوده و یا عینک از اختراعات ایرانیان میگن هست. البته من این مطلب رو در وبسایت دکتر علیرضا نادری، متخصص چشم‌پزشک، خوندم و البته چون نمیخوام از بحث خارج بشم، من اسم این وبسایت ها رو در قسمت توضیحات، همون دیسکریپشن، خواهم نوشت و کسایی که دوست داشته باشن در مورد تاریخچه عینک اطلاعات بیشتری کسب کنن میتونم به این وبسایت ها سر بزنن. و از طرفی دوستان، چون من ویدیوهام بیشتر از 10-15 دقیقه نمیخوام باشه، اینه که یه سری از مطالب مربوط به عینک آفتابی رو در این ویدیو با هم آشنا خواهیم شد و یه سری مطالب رو به ویدیوی بعدی من واگذار خواهم کرد. خب دوستان، برای خرید یه عینک چه نوع اطلاعاتی باید داشته باشیم؟ برای خرید یک عینک آفتابی چه معیارهایی رو باید از قبل بدونیم؟ مطالب زیادی هست در اینترنت، ولی من به 3 موضوع جمع‌بندی کردم. اولین مطلب که خیلی مهمه، پولاریزه بودن عینک. دوم، در مورد رنگ شیشه های عینک چه اطلاعاتی باید داشته باشیم. و سومین مورد، فرم عینک که چه نوع فرمی به چه نوع صورتهایی مناسبه. و ما پولاریزه بودن عینک یعنی حفاظت چشم از اشعه ایکس خورشید که انگلیسیش میشه همون اولتراویولت و مخففش میشه یو انگلیسی و و. اغلب چشم پزشکان دوستان معتقدن که پولاریزه بودن عینک خیلی برای سلامتی چشم مهمه، چون بیماری های چشمی مثل آب مروارید و سرطان چشم رو میتونه همراه داشته باشه اگر عینک پولاریزه نباشه و یا اینکه عینک آفتابی در تابستون استفاده نکنیم. ولی اینکه چطور میتونیم تشخیص بدیم من مشتری موقعی که میخوام یه عینک بخرم آیا شیشه های عینک پولاریزه هست یا نه، تست های زیادی داره، اطلاعات زیادی هست در این مورد، ولی راحت ترین و ساده ترین روش اینه که دوستان، وقتی که عینکی از یک عینک فروشی معتبر میخریم، از فروشنده بپرسیم در مورد تست های پولاریزه که کارت های مخصوصی هست و روی این کارت ها تصاویری هست که این تصاویر رو فقط میشه از طریق عینک های پولاریزه شده، شیشه های پولاریزه داشته باشن، میشه این تصاویر رو دید. پس
ساده ترین روش همون از فروشنده بپرسین و جلوی چشم شما این تست رو انجام بده و ببینید. و برای عزیزانی که در به صورت آنلاین خرید کرده باشن عینکو، قبل از اینکه اون تاریخ خرید تموم بشه، چون وقتی یه جنس آنلاین میخریم یه چند روزی فرصت داریم که جنس رو میتونیم پس بفرستیم و میتونیم عینک رو ببریم به یکی از این عینک فروشی ها و اون تست رو بپرسیم براتون انجام بده، و یا اینکه تو اینترنت تو وبسایت های عینک فروشی ها تست های متفاوتی هست که میتونین بخونین و یا از طریق تست های آنلاین یه سری اطلاعات کسب کنین و مطمئن بشین عینکی که خریدین آیا پولاریزه هست، استانداردهای یووه رو داره یا نداره که میتونید در این صورت پس بفرستید. خب دوستان، این خیلی مطالب فشرده و کوتاهی بود در مورد پولاریزه بودن عینک. ببین که من سه تا عینک آفتابی مردونه رو میخوام براتون از نزدیک نشون بدم و جزئیاتش رو بیشتر با هم آشنا بشیم. مرسی که با من همراه هستی. بریم که ادامه ویدیو رو با هم ببینیم. خب دوستان، در ادامه ویدیو اولین عینکی که میخوام براتون معرفی کنم برند دوچی ان گاباناست. یک عینک چارچوب فلزی. دوستان، در مورد عینک های با کیفیت خیلی مهمه که عینک سبک باشه، و در مورد این نوع عینک های فلزی ظریف خوبه که بعد از چند مدت استفاده برد به عینک فروشی و پیچ این نوع عینک ها رو چک کرد، چون بعد یه مدت استفاده احتماله که این پیچ ها شل بشه هست. این نوع عینک ها رو میشه در محیط های متفاوت استفاده کرد، ولی توصیه میکنن که بهتره برای کنار دریا و ساحل این مدل عینک ها زیاد استفاده نشه، چون اگه پیچش شل بشه و بیفته در واقع باید دور بندازی. دومین مدل دوستان ریبان هست که یک مدل کلاسیک، سالهای سال این مدل عینک هست و در واقع میشه گفت به نوعی تایملس هست، یعنی هیچ وقت کهنه نمیشه، خیلی سبک. قیمتش هم حدوداً 100-120 یوروه، تولید ایتالیاست و اطلاعاتی اینجا داره ریبان. دوستان، نکته ای که در مورد تمیز کردن شیشه های عینک آفتابی توصیه میشه، بهتره که حتما از دستمال مخصوص خود عینک استفاده کرد، چون نمیشه از پارچه و یا حوله که یه موقعی روی شیشه های عینک خش نیفته، خراش نیفته. پس این نکته رو فراموش نکنیم که حتما با دستمال مخصوص خود عینک شیشه رو تمیز کنیم. و ما مدل سوم مال گوچیه که مدل 2020 دوستان، در 2020 مال امسال، عینک های اوورسایز خیلی مده. یک چارچوب قهوه‌ای مشکی که از این لبه یک شیار قهوه‌ای و مشکی دیده میشه، با بند دستای خیلی ظریف مشکی. اطلاعاتی هم که اینجا هست، ببینین نام برند و ساخت ایتالیا و CE که در قسمت بعدی در این مورد توضیح خواهم داد. اینم باز
برای محیط‌های متفاوت آرتیستی و هنری و جاهای متفاوت در هر صورت میشه استفاده کرد و قیمتش هم 350 یورو دوستان، اینم مدل 2020. بریم که با هم ادامه ویدیو رو ببینیم. خب دوستان، این سه تا عینک آفتابی مردونه رو با هم آشنا شدیم. در ادامه بحث معیارهای خرید عینک آفتابی، نکته این رو میخواستم اضافه کنم و اون اینه که انتقادی میشه کرد برای برند های عینک آفتابی و اون به این ترتیبه که چطور میشه من مشتری و من خریدار هنگام خرید یک عینک آفتابی وقتی عینک رو تو دستم میگیرم اطلاعات کافی رو در مورد این عینک خودم بتونم تشخیص بدم. درسته که دوستان عینک یه قطعه کوچکیه و جای زیادی نداره برای چاپ این چیزا، فقط دسته های ظریف این عینک هست که یه طرف یه سری اعداد هست که چیزی نمیشه سر در آورد و طرف دیگه میدین ایتالی، ساخت ایتالیاست، تولید ایتالیاست و کلمه حروف مخفف سه ای که میشه همون یوروپیان کنفرمیتی، یعنی مطابقت با استانداردهای اتحادیه اروپا، و قبول دارم میگم چون قطعه کوچیکیه، ولی چرا نمیان این برند ها یک کتابچه کوچیکی چاپ کنن که همه این اطلاعات رو اونجا دقیق توضیح بدن. مثلا پولاریزه بودن عینک ها درجات متفاوت داره و یا همین جنس چارچوب چه جنسی هست، چه بسا که یکی آلرژی داشته باشه، یعنی اینکه این حق مشتریه که اطلاعات کافی در مورد جنسی که عینکی که مال گوچیه و 350 یورو قیمتشه اطلاعات کافی رو داشته باشه. چطور که در هنگام خرید لباس ما داخل اتیکتش رو نگاه میکنیم و میبینیم که مثلا فلان جنس رو داره میخریم و اطلاعات کافی نسبت به اون جنس رو به مشتری میده. در حسرت این انتقادی هست که به برندهای عینک‌سازی میشه کرد. دوستان، این توضیحاتی بود در مورد پولاریزه بودن عینک و ما دو تا مورد بعدی در مورد رنگ شیشه های عینک آفتابی و همینطور فرم عینک آفتابی که چه نوع فرم عینک هایی به چه نوع صورت هایی مناسبه رو میذارم برای ویدئوی بعدی. و ما در پایان دو تا شخصیت معروف فشن رو میخواستم معرفی کنم بهتون که همیشه در مجامع عمومی با عینک دودی ظاهر میشن. یکی کارل لاگرفلد، طراح معروف آلمانی که پارسال در فوریه فوت کرد، که همیشه با عینک آفتابی ظاهر میشد، یعنی عینک آفتابی جزء در اصل یک عینک دودی نمیشه گفت عینک آفتابی، ولی جزء هویت ظاهری این دوتا فرد هست که هیچ وقت بدون عینک تو مجامع ظاهر نشدن. و دومی آنا وینتور که سردبیر معروفترین مجله فشن ووگ، که ایشون هم یک زن انگلیسی آمریکایی هستش. خب دوستان، امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشین. منتظر نظراتتون هستم و بدرود تا ویدیوهای بعدی.